شهر هرات حوالی ساعت 11 پیش از چاشت روز شنبه 15 میزان. مردم از ترس زمین لرزه شدید که به قدرت 6.3 رشتر این شهر را تکان داد به جاده ها ریختند. ساعت بعد معلوم شد که مرکز این زمین لرزه در غرب هرات بوده و فاجعه آفریده است. 24 ساعت بعد از این رویداد، من با تصویربردارم رامین سخی با جمعی از خبرنگاران دیگر در یک هواپیمای وزارت دفاع ملی برای به تصویر کشیدن این فاجعه انسانی عازم هرات شدیم. پس از رسیدن به میدان هوایی هرات، توسط یک چرخبال اردو راهی ولسوالی زندجان می شویم، جایی که مرکز این زمین لرزه مرگبار گفته شده است. زمین لرزه اخیر حدود 20 روستا را در ولسوالی زندجان آسیب رسانده است، اما 7 روستا را در این ولسوالی کاملا به ویران مبدل کرده است. حدوداً 7 روستا در ولسوالی زندجان ولایت هرات پس از زمین لرزه اخیر این گونه کاملاً به ویرانه مبدل شده است. با اثر فرو ریختن سقف خانه ها، شمار زیادی از باشندگان این محلات جانهای خود از دست دادند و یا هم شمار زیادشان زخمی شدند و تنها اندکی از باشنده های این محلات تانستن از این زمین لرزه اخیر جان سالم به در ببرند. آنچه قابل تذکر است، هنوز هم گفته میشه که اجساد شماری از قربانی ها در زیر یاورها گیر مانده و عملیات به خاطر بیرون ساختن اجساد قربانی ها هنوز هم ادامه دارد. عملیات نجات برای بیرون کردن اجساد قربانیان در هر گوشه ای از روستاهای زلزله زده جریان دارد. جاهای با اسکاواتور و جاهای هم مردم محل با ابزارهای دست داشتهشان. اینجا هم جسد این کودک 7 ساله پس از 2 روز از زیر آوارها بیرون آورده می شود. شاید اندک از باشندگان روستاهای ویران شده در زندجان جان سالم به در بردند و اما بسیاری ها به شمول زنان، مردان و کودکان در زیر آوارها جان باخته و یا هم زخم برداشتند. شدت زمین لرزه حتی در بعضی نقاط زمین را پاره ساخته است. احمد که از باشندگان روستای سیاهاب است، 2 کودک و 3 برادرزاده خود را از اثر زمین لرزی اخیر از دست داده است. او از هنگام وقوع فاجعه در این روستا چنین میگوید: زمین که به لرزه شد، 2 نفر همونجا ما بودیم. یکی به یکی دیگه خوردیم، افتادیم به زمین. همین زمین رو گرفتیم و مار غل داد، گرفتیم و غل داد. دلخ و سرد، موتور دشون سوار شدم بیامد. وقتی که بیامدم به پل بالا شدم، غریم و دیدم هوار شد. موقعی که مادم دیدم کودک ها دیگه ما همیت حرکت آوار بهم کوچه های بر بر می جم. اینا رو جمع کردم. موقعی که جمع کردم دیدم که 5 تا از خانواده منی. دو تا را مو روز پیدا کردم بکشیدم و 3 تا دیگه بمو. 3 تا دیگه امروز کشیدم. عزیزای خورم از دست دادی.
یک خانواده 15 تا رفته، یکی 9 تا رفته، یکی 8 تا رفته، یکی 10 تا، یکی پیپا، دو برادر مونده دیگه، فامیل هم رفت. در این میان روستاهای سیاهاب، نائب رفیع و کشکک بیشترین آمار تلفات را دارند. هزاران خانه در این روستاها ویران شده و هنوز اجساد قربانیان در زیر آوارها گیر مانده است. چهار نفر شهید شد. یک سیاسر بودن، یک دخترین و دو تن پسر بودن. دو تن پسر بودن، بله، چهار نفر. دو تن زخمی داشتیم، شش تا. خود ما در حدود 11 نفر. از این خود نادم. دیگه کسایی هم اینجا هست که یک بچه که خورد مونده از 7 نفر یا 8 نفر خونه بود. همین خونه که پشت سر شما 8 تا جنازه بیرون کردیم. بالاتر یک بچه که وظیفه داشته مجاهد بوده و یک دختری بزرگ مونده. دیگه خلاص بوده. اونجا یک آدم فقط یک بچه بزرگ مونده. دیگه خونه رو رفته. یکی دیگه یک بچه مونده، یکی خودی مونده. دیگه کسی دیگه بزرگ نمونده. 11 و 10 دقیقه شد. یعنی زمزمه بیام. مستر مسجد بود، دیگرو ته مسجد بود. همچی اورارو مسجد بپرم. بپرم دیگه دیگه اونو که مردم که برامه و کوریز شیه کار میکنم اونو باز زنده بدرفت دگرام اینجا دونمونه یک زنده بدرفت دگرام زخمی تپی و پشته شده قمرگل از ولسوالی انجیل به روستای سیاهاب زندجان آمده است. او میگوید که در زمین لرزی اخیر دختر، دو نواسه و 22 تن دیگر از اعضای فامیل خسار دخترش جان باختند. به گفته وی دامادش در حال حاضر در ایران به سر میبرد و جز دو کودک دیگر کسی از اعضای خانواده دامادش زنده نمانده است. از من خود مجانبی دختر، من دو تا دختر بودی که تفاید شه شده. باز این خوارزاده همه 22 نفر خورد کلو فامیل خود من خوارزاده همه از زن و از خورده از بچه جهون از دختر بچه 4 تا 5 تا زن این امنا که همه شهید شد بودی خونه شد. از آنجایی که بیشتر مردم این روستاها در این زلزله مرگبار جان باختند، مردم از سایر ولسوالی‌ها و روستاهای دوردست برای کمک و بیرون ساختن اجساد قربانیان به محلات ویران شده شتافتند. ملیحه باشنده یکی از روستاهای زندجان است که برای بیرون کردن اجساد قربانیان به روستای کشکک آمده است. او میگوید وقتی از این فاجعه انسانی خبر شد، نتوانست در خانه آرام بگیرد و به کمک آسیب دیده ها خود را رساند. ملیحه از جریان بیرون کردن اجساد قربانیان از زیر آوارها حکایت‌های تلخی دارد. بدیدیم برار من انمی تو بدیدم که یکی که سواب نکردم که مغز سری و کاسی سری همیت آهار آهار بودن که چکو چکو بود برود سامو بود بودن ای که سواب نمیشه او ببالی از رخته نمیشه او را نمود تو کفن کرنی رای کردن دکار آتگر دکار همیت تپی بود و زخمی بود همه گرم سواب کردم کفن کرنی رای فاجعه انسانی به حدی در زندجان عمیق بوده که ده ها تن از روستاهای مختلف به کندن قبر شتافتند. این هدیره که مربوط روستای سیاهاب است برای دفن دستجمعی قربانیان در آن آمادگی گرفته می شود. ما آمادیم برای کمک برای برادران زلزله زده کمکاری کنیم که قبر بکنیم. تقریبا اینجا برای ما دیروز گفتم 400-450 تا 500 قبر کنده ما این قوم ها مانم همینو کلن همین مردان خسند و اکسولی خود مانم و بخاطر خاک کندن نمانی دیروز و امروز سه روزه که ما میهیم به کمک از این مردم با خود مون که هستم اولیسولی زندگی و سیبی برسی تا جانی نداریم مالی و خونه و اینا کم بیشه خراب و خرش داریم.
در سیومین روز پس از زمین لرزه مرگبار در زندجان، اجساد صدها قربانی این رویداد از شفاخانه حوزوی هرات به روستای سیاه آب انتقال می‌یابد تا به اقاربشان تسلیم و دفن خاک شوند. حدود 300 تن از اجساد قربانیان که در روز نخست زلزله به شفاخانه حوزوی هرات انتقال یافته بود، پس از 3 روز در ولسوالی زندجان انتقال یافته و قرار است پس از ادای نماز جنازه به اقاربشان تسلیم داده شود. در آن سو شما که میبینین اقارب یا بستگان این قربانی ها به حضور پیدا کردن به خاطر تسلیم گیری به قربانی ها یا نزدیکانشان. دیده میشه که زناب، کودکا و پیر و جوان همه صف کشیدن تا همی اجساد نزدیکانشان یا قربانی هایی که در رویداد بوده تسلیم شوند و همه بیقرار هستند تا اجازه پیدا کنند که امو اقارب خود تسلیم شوند. اسمی که میبینین همی لحظه یکی از خانواده هم آمده که امو تفلکشان که البته در رویداد از بین رفته بود تسلیم شدن و تعداد زیادی از مردم هنوز انتظار دارن و اینجا دیده میشه که خانما و اطفال گریه و ناله دارن و بیقرار هستن که بکنن امو اجساد خود تسلیم شوند. واقعا یک رویداد خیلی غم انگیز بوده و به صدها هزارها تن از باشندهای روستای سیاهاب و چندین روستای دیگر در ولسوالی زندجان کاملا ویران شده. شمار زیادی در این رویداد از بین رفتن، یک شمار زیادی زخمی شدند و تنها اندک از باشندهای محل نجات پیدا کردند و میبینین که مردم همه به طرف جنازه نزدیک شده میرن با وجود که نیروهای امارت اسلامی میخوان مانع شوند که تا زمانی که نماز جنازه ادا نشده مانع از اونا شوند که نزدیک نبیان، ولی باز هم مردم میبینین که هجوم میارن بتانن امو نزدیکان خود که در این رویداد قربانی شدن به دست بیارن و دفن خاک کنن. در آخرین لحظات آمادگی برای ادای نماز جنازه، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء و شمار دیگری از مقامهای امارت اسلامی نیز به ساحه حضور می‌یابند و نماز جنازه را ادا می‌کنند. الله اکبر. اللهم صل علی محمد. پس از ادای نماز جنازه، همه تلاش می‌کنند تا جسد اقارب خود را پیدا نمایند. سی من دختر زینب نورامد از سیاهاب. خدای از 4 نفر شهید شده، چند تا زخمیه که به فکر من نیه، خود به شفاخانه بودم، حالا مغز سرم دور خورده، به خیلی یاد من نمونده چون بسیار دوشان دور از اعصابم خراب شده. به شفاخانه این زخمی و تپیا و این خون و خونبازی دیدم. آفتاب در اینجا همگام شده با غروب خوشی‌های مردمان این روستا. اینجا هر خانواده عزیزترین های خود را به گونه دست جمعی به خاک می سپارند. کسانی هم در سوگ از دست دادن عزیزانشان اشک می ریزند و ناله سر می دهند. Thank you.
زمین لرزه مرگبار در هرات علاوه بر زندجان در شمار دیگر از ولسوالی ها مثل غوریان، گلران، رباتسنگی و برخی مناطق دیگر تلفات و خساراتی را به بار آورده است. اما عمق این فاجعه در ولسوالی زندجان بوده است. از این کاکا دیگه از این پنج تا زیتون بدر کرد، از این تا خانمی، تا خودی، تا پنج تا شش تا از این سرا بدر کرد، پنج تا از این سرا بدر کرد. بله. یک تکان بسیار شدید داد و پس لرزه ها جریان دارد در این محلات. همین لرزه ها بسیار یک شدید هم تکان پر زمین و در بعض قسمت ها هم تا زمین درس کرده بعض جایات مابیده بید. این فاجعه عمیق انسانی پای مقام های ارشد امارت اسلامی را به زندجان کشاند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء پس از دیدار از ساحات زلزله زده هرات در یک نشست خبری اعلام کرد که در مجموع مناطق زلزله زده هرات بیش از 1000 تن کشته، حدود 2000 تن زخمی و نیز بیش از 1300 خانه به گونه کامل ویران شده است. تقریبا تر دور و پورت شهدا سویدی او تر 2000 کسانو پری به تقریبا زخمیان سوی و الحمدلله دا کم شهدانم اخری در غوشات پلتن قوات هم روانه ده. در کنار تلفات فاجعه بار در زندجان، دار و ندار باشندگان روستاهای زلزله زده این ولسوالی نیز بر خاک یکسان شده و اکنون کسانی که از این رویداد جان سالم به در بردن بی سرپناه شده و در عالم بی سرنوشتی چشم براه کمکند. شاید گیم اینه که با ما یک سرپناه جور کنه که شو زمستون زن بچه مونده که به زمین لغ پرته و همین دیگه سر یک سفر سرپناه باشه پرده و گذاره زینا باشه دیگه همین تو نه دیگه مال حال و زندگی خوب برم دیگه اینا خوب یک میبینه که یعنی زندگی هم برم مال زندگی هم برم سر و مال هم برم نیاز به هر چیز کمک داره از خونه از خوردن از پول از اموال از هر چیز کمک داره زندگی خانمی بود کنه برم دیگه. حکومت برای رسیدگی فوری به مشکلات آسیب دیدگان زمین لرزه هرات 100 میلیون افغانی اختصاص داده و کمیسیون ویژه را نیز متشکل از نهادهای مختلف دولتی برای مدیریت روند کمک رسانی ایجاد کرده است. رئیس این کمیسیون میگوید که علاوه بر تامین نیازمندی های فوری، برنامه ریزی روی ایجاد سرپناه جدید برای کسانی که در زمین لرزه مرگبار هرات آسیب دیدند نیز جریان دارد. کمپونه جوړیش په کې موقت به گزاره کوي هله د دوی خپل توزیع او ترتیب ته جوړي د هغه ورسته او بیا موږ لکه مخکې خبره وسوه په ش دقیق ډول به هغه سروي کېږي د کورو چې کله سروي وسوله د ټولو کلو ده دغه دقیق سروي لمخې به بیا دوی ته د کورو د جوړولو ترتیب جوړیږي هغه به د نقشې او د ډیزاین د لارې څخه به هغه کورونه ترتیب ورته جوړیږي. پانګوال دې دلته مرستې کوي هغه به له کمیسیون سره په رابطه کې موږ د کمیسیون د دې چارو د تنظیم لپاره ملګري ټاکلي دي د هغوی شمارې ورکوو د هغوی سره په رابطه کې همداراز د خارجي خیریه نهادونو لپاره موږ یو اکاونټ خلاص کړی ده هغه اکاونټ به ورکوو چې د هغه اکاونټ له لارې زلزله ځپل ته خپل کومکونه راولیږي همدلته په داخل کې په افغانستان کې لکه کابل مزار جلال آباد د دې ملګرو لپاره خپل اکاونټ لرو چې له هغې نه آنلاین دی دا کومکونه جمع کړي. لوی درستیز قوای مسلح کشور نیز برای دیدار و بررسی از وضعیت آسیب دیدگان به ولسوالی زندجان هرات آمده است. او این فاجعه انسانی را عمیق می‌خواند و از نهادهای بین المللی مدد رسان می‌خواهد که کمک‌های لازم را برای آسیب دیده‌های این زمین لرزه فراهم نمایند. اسمی که ما دیدیم برای مردمی که از این حادثه زنده جان سالم به در برده گیست و زنده مانده نزوا خو هیچ چیز باقی نمانده گیست هیچ چیز از امکانات زندگی برای فعلا در سرشون قرار نداره. خب من مطمئن هستم که امارت اسلامی چی توانی که داره در خدمتشون است. خب خواستی ما از سایر نهادهای کمک رسان نهادهای خیریه هم همیسته که با در کمک و همکاری به این مردم سهم فعال بگیرند و کوشش بکنند که خدماتشون به شکل درست به این مردم برسانند.
سازمان‌های ملی و بین‌المللی امدادرسان نیز برای کمک به آسیب دیدگان این فاجعه دست به کار شده و برای متضررین در ساحه کمک رسانی می‌کنند. آنچی را که ما دیدیم نیازمندی ها بسیار زیاد است. مردم غذا، سرپناه و پتو نیاز دارند که بسیار مهم است. همچنان آنها وسایل مورد نیاز برای انتقال آب و ایجاد خیمه دارند. به دلیل اینکه سیستم آبرسانی خراب شده است، آنها همچنان به کلینیک نیاز دارند تا اینکه تداوی شوند. ما ساختمان مکتب را دیدیم که کاملا خراب شده است. بنابراین اطفال فعلا نمی توانند درس بخوانند. ولی ما امیدواریم که با حمایت از کودکان بتوانیم آنها را دوباره به درسشان برگردانیم. در صدد این هستیم که با همکاران و مؤسسات دیگر کمک های عاجل را بفرستیم. ما با افراد آسیب دیده در تماس هستیم و آمارها برای ما میرسد و تیم های ما در ساحه هستند تا کمک نمایند. مردم در مرکز هرات و برخی ولایت‌های دیگر نیز کمپاین جمع‌آوری کمک به آسیب دیده‌ها را به راه انداختند. روزانه کمک‌ها را جمع‌آوری و به متضررین توزیع می‌نمایند. لباس اضافی، کفش اضافی، هر لوازمی که در خانه داره میتونه کمک کنه و از کمک‌های نقدی از یک روپیه گرفته تا به هر چی که در توان از او هسته میتونه کمک کنه. بیم خواهش ما از تمام برادرها اینه که امون حق به اقدار برسونه. خواهش میکنیم این حق از او خون از او مردمه. این مردم به ما اعتماد کرده. ما نه کدام نهادیم نه مؤسسه، ما فقط مردم امی 64 متره ایم که به شمول باغدش، گذرهای عشقانی باغدش، ما امی کمپار ایجاد کردیم. با این حال، هرات پس از زمین لرزه مرگبار در شنبه هفته گذشته تا کنون چندین بار دیگر گواه پس لرزه های شدید بوده است. پس لرزه هایی که روز سه شنبه گذشته نیز جان یک باشنده این ولایت را گرفت و بیش از 100 تن دیگر را زخمی ساخت. مردم در هرات هنوز از ترس وقوع این پس لرزه ها شبها را در کنار جاده ها و پارک ها سپری می کنند و هنوز روشن نیست که چه زمان پس لرزه ها متوقف و مردم به خانه هایشان برمیگردند.